الو سلام، عایشه مجیدی هستم از ایران. اول میخواستم یه سوره از قرآن بخونم، بعدش در مورد بعضی حرفا یعنی دلگفته هم بگم. بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصبه بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. من اولین باری که کلمه لا اله الا الله رو گفتم داخل کلاس بود، داخل کلاس مدرسه، یه مدرسه توی تهران. در روزی که معلممون معلم دینی بوده داشت در مورد این حرف میزد که خدا یگانه است، منم بلند شدم و ازش پرسیدم اگه خدا یگانه است پس چرا میرین تو امامزاده ها هی از اماما و امامزاده ها حاجت میطلبین و از اونا همه چیزاتونو میخواین؟ بعد گفتش به من جواب سوال منو داد، گفتش فرض کن وارد یه بانک میشی، ولی تو اون کار بانکی رو اونا بلد نیستی، میدی به اون کارکنا اونا بهت انجام بدن یا ببرن پیش مدیر اون چیزتو. دقیقا مثلا مثال زد که مثلا امامان پیش خدا همینه. بعد من اصلا چون که میدونستم داره دروغ میگه برگشتم دستم رو بردم بالا با انگشت اشاره به آسمون گفتم لا اله الا الله. معلم داشت حرفش میگرد، داشت میمود، میگفت چی داره تو رو اینقدر تحریک میکنه، نکنه تو از دارشی ها از طرف دارشی ها اومدی؟ گفتم نخیر، منو هیچ کس تحریک نکرده، هر کی حرف حق رو بزنه تحریک میشه. بعد خلاصه خیلی حرفا تا اینکه یک روزی تو مدرسه عکس خمینی ملعون رو پاره کردم و اینکه کارم به دفتر کشید و حراست و همه بر علیه من مدیر مدرسه به خصوص برای من بر علیه من امضا جمع کردن که منو از مدرسه بندازن بیرون. خلاصه اینکه من اون روز خیلی ترسیده بودم، با این ایمانم به خاطر اینکه ضعیف بود، ایمانم ضعیف بود به خاطر همون خیلی میترسیدم، میگفتم نکنه الان منو مثل اون کردای برادران کرد عزیزم که اونا رو دار زدن منم دار بزنم. اما خدا رو شکر هیچ اتفاقی برام نیفتاد و اگرم میافتاد شهید میشدم در راه خدا. و اینکه و تا اینکه تا آخر سال شد، آخرین امتحانم رو که دادم رو برای امتحانی نوشتم عایشه مجیدی. اولین باری که اسممو به همه گفتم تو اون برگه امتحانی بودش، اونجا گفتم عایشه مجیدی تو برگه امتحانی. بعد پایین برگه بعد از اینکه همه املامو نوشتم نوشتم الهی فدای ابوبکر، عمر، عثمان، علی و حضرت فاطمه رضی الله عنهما اجمعین بشن. بعد همین بود که یه اینو که دادم اونا اصلا توجه نکردن اون موقع. بعد از کلاس اومدم بیرون و یک ماه گذشت، بعد که یک ماه گذشت مامانم رفت کارنامه‌مو بگیره، گفتن کارنامه دو تا دخترتون رو نمیدی، نگاه کنی تو برگه چی نوشته. مامانم به قول خودش، البته قول خودش، میگفت آبروی منو بردی جلوی اونا، این چه حرفی بود، این میمردی این حرف رو نمیزدی و خلاصه از این حرفا. بعد این که من بعد برای من چیز نتونستن منو بندازن بیرون، اما خب خلاصه خودم اومدم بیرون چون که اونجا برای من سودی نداشت، چون
یه حدیث شنیده بودم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که میگفتن اگه کسی برای علم و دانش از خونش بیاد بیرون، فرشته های مهربون بالای قشنگشون رو زیر پای ما فرش میکنن. اما من به خود فکر کردم، گفتم مگه میشه من که وارد از در مدرسه تا ادر، یعنی ادر خونه تا مدرسه که میخوام برم، تو مدرسه‌ای که پر از شرک و دروغ و بدعت و خرافات و توهین به اصحاب رسول الله و اهل بیت که رسول الله صلی الله علیه و خود رسول الله و همه انبیا هستش و به خود خدا جون توهین میکنن و حتی به قرآن، به چشم خودم دیدم و با گوشه خودم شنیدم که چه توهینایی کردن تو مدرسه. بعد اینکه به خاطر همین مدرسه دیگه نرفتم. ولی اشکال نداره، خدا جون اگه یه در رو روم بسته یه در دیگر حتما به زودی برام باز میکنه. من خیلی دوست دارم با سواد بشم، خیلی دوست دارم علمم بالا بره. ولی خلاصه اینکه آخرین باری که من به امام رضا رفتم، به مشهد رفتم، همین 17 سالگی بود، تو اولای یعنی یه هفته قبل از ماه رمضان بود که یک هفته، یعنی یک هفته تو ماه رمضان اونجا بودیم، یعنی کلا دو هفته اونجا بودیم. وقتی هفته اول من که مامانم گفت بیا بریم امام رضا اینا، گفتم من داخل اون بتکده شرکستان وارد نمیشم، من اصلا نمیام اونجا، حتی اگه شده بازار رضاش برم اصلا. خلاصه اینکه بعد از یک هفته از بدشانسی من عادت ماهانه شدم، رفتم. ولی مامانم گفت خب حالا چی میشه، یه دفعه با ما بیا دیگه. من گفتم باشه، حالا برم ببینم اون مشرکا رو، ببینم اون آخونده رو، ببینم بدتر حالا چیز ازشون متنفرتر بشم و بیشتر چشم و گوشم باز بشه. بعد اینکه رفتم وارد امام رضا که شدم، بعد تو زیر زمین امام رضا بودیم، همه جمع شده بودن که برن نماز بخونن، نماز ظهر بود. خدا شکر من آدم ماهانه بودم، نتونستم داخل اون بتکده نماز بخونم، خدا رو شکر میکنم. ولی به در و دیوار اونجا که نگاه میکردم به خودم میگفتم خدایا من بنده تو هم، تو هم یگانه معبود منی، من به چه حقی وارد اینجا شدم؟ اصلا برای چی من اومدم؟ یعنی خدایا من حق اینو ندارم که یک روزی وارد مدینه و مکه بشم. خدایا اون روز میرسه که من تو رو ببینم، یا اون روزی میرسه که تو مدینه و مکه باشم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم رو ببینم. همینجوری میگفتم که یک دفعه اشکام سرازیر شد. بعد به خودم گفتم اشکاتو پاک کن، الان اگه یکی ببینه حس میکنه به خاطر امام رضا گریه کردی. به خاطر همون اشکامو پاک کردم. وقتی که از امام رضا اومدیم بیرون، مامانم گفت یا بریم تو بازار رضا یه چیزایی بخرم برای بعضی از دوستان که تو تهرانن. بعد منم گفتم باشه بریم. راستی من یه دونه پول همراهم نبود، اما خیلی دوست داشتم برای خودم نقاب بخرم، از اون به بعد یه نقاب بزنم، با حجاب تر باشم. بعد به مامانم اصلا پول همراهم نبود، مامانم گفتم یاد اون روزی افتادم که تو تهران بهش 5 تومن داده بودم و تو که خدا اونم نقابه 5 تومن بود، قیمتش زیاد نبوده. بعد به زور مامانم گرفتم و نقاب رو خریدم، اما نتونستم زیاد ازش استفاده کنم. وقتی تو تهران اومدم همه میپرسیدن نقاب رو از کجا خریدی، من نمیتونستم دروغ بگم، میگفتم از امام رضا. بعد اونا تو زنشون فکر میکردن امام رضا حاجت منو برآورده کرد و منو برای راست هدایت کرد. به خاطر همون دیگه نقاب نمیزنم، فقط چادر میپوشم و اینا. بعد خلاصه ولی خیلی دوست دارم نقاب بزنم، دوست دارم تو مکه باشم. خدا و خیلی ممنونم از برنامه قشنگتون آقای محمد انصاری. من یه داداش داشتم اسمش محمد بود، خدا یه دونه داداش از من گرفت، به جز یه عالم داداش قشنگ، داداش خوب بهم داد که همه اونا برادرای من هم که تو به صلاح
به من کمک کردن حقیقت رو بفهمم و از برنامه خیلی خیلی قشنگتون خیلی تشکر میکنم. من رو ببخشین گاهی و اون روزای اول که زنگ میزدم خجالتی بودم، چون که من خیلی میترسیدم، همیشه تو دلم خیلی ترس بود و دست پا میلرزید، اما میخوام خجالت نکشم و از جامعه دور نشم و به جاش حیا کنم، به جاش تقوا داشته باشم و به جاش سعی کنم که آسمونی بشم تا زمینی. خیلی ممنون ازتون، تشکر و خدا یارتون.